ارتباط مستقیم سلام دوستان عزیز بنده علیرضا پارسای مشاور رسمی مهاجرت کانادا استاد رشته مهاجرت به کانادا در اشتن کالج و نویسنده 88 نکته درباره مهاجرت به کانادا هستم که کتابی است که به زبان انگلیسی نوشتم در این جلسه میخوام در مورد یکی از مباحث نسبتا پیچیده و در عین حال مهم مهاجرت به کانادا خدمت شما توضیح بدم این مبحث در مورد ممنوعیت ورود به کانادا است و در جلسه ای که پیش رو داریم سعی می کنم چند تا مبحث رو پوشش بدم اولین راجب به این هستش که اصولا ممنوعیت ورود به کانادا یعنی چه بعد میریم سراغ این بحث که خب چه کسانی به کانادا ممنوع الورود میشن و در ادامه اون سراغ اینکه چه راههایی برای رفع مشکل ممنوعیت ورود به کانادا وجود داره امیدوارم تا پایان این جلسه با من باشید تا اطلاعات بیشتری رو خدمت شما تقدیم بکنم خب اولین سوال اینه که ممنوعیت ورود به کانادا یعنی چی؟ حالا از روی خود اون کلمه ممنوعیت ورود میشه فهمید که کسی که به کانادا ممنوع الوروده کسی است که اجازه ورود به خاک کانادا رو نداره اگر اون شخص در داخل خاک کانادا باشه بعد باید طبق قانون در اسرع وقت خاک کانادا رو ترک بکنه البته ممنوعیت ورود به کانادا شامل شهروندان کانادا نخواهد شد ولی کسانی که اقامت دائم کانادا رو دارن یا پی آر کانادا هستند یا کسانی که خارجی هستن مثلا با ورک پرمیت، استادی پرمیت یا ویزیت ویزا وارد خاک کانادا میشن این افراد ممکنه که ممنوعیت کانادا شامل حالشون بشه قانونی که ممنوعیت ورود به کانادا رو تعریف میکنه اسمش هست Immigration Refugee Protection Act یا IRPA که این قانون اصل 33 تا سومش در خصوص مبحث ممنوعیت ورود به کانادا صحبت می اما بریم سراغ این که چه کسایی به کانادا ممنوع ورود هستند؟ من یه نکته ای رو عرض میکنم کنم خدمتون خیلی مختصر اشاره میکنم به شماره اون اصل بر اینکه بعضی از, از دیدانی که این برنامه رو مشاهده میکنن ممکن مشاور مهاجرت باشن یا وکیل مهاجرت باشن و مایل باشن که من موارد قانونی رو هم خدمتشون عرض بکنم اصل سی و چهار روم قانون مهاجرت کانادا تعریف میکنه که بعضی از افراد به خاطر مسائل امنیتی به کانادا ممنوع ورود میشن یا بر اساس سکیوریتی ممنوع ورود میشن یعنی اینکه در حقیقت این افراد یا به خاطر مسئله اینکه که اون شخص جاسوس هست البته این به این معناست که باید جاسوس کشوری باشی که منافعش با منافع کانادا در تضاد هست یا اینکه شخصی باشه که در واقع بخواد فعالیت های تروریستی بکنه یا بخواد کارهایی را انجام بده که جامعه کانادا رو و دولت کانادا رو به خطر بندازه اون شخص بر اساس اصل 34 قانون مهاجرت کانادا به کانادا ممنوع الورود خواهد شد در کناس بحث سیکیوریتی یا اصل 34 اصل 35 رو داریم که زیر پا گذاشتن حقوق بشر هست یعنی اگر کسی بیاد و فعالیتی رو بکنه که این فعالیت منجر به این بشه که تعداد زیادی انسان ها کشته بشن یا طبق اون قوانینی که در سازمان ملل تعریف شده نوع فعالیتش فعالیتی باشه که حقوق بشر رو به طور جدی زیر پا بگذاره در اون صورت اون شخص هم به کانادا ممنوع ورود خواهد شد البته حاصل اون زیر پا گذاشتن حقوق بشر باید اثرات خیلی جدی داشته باشه اصطلاح انگلیسی که به کار میبرن بهش میگن Human Rights Violations و Human Rights Violations میتواند باعث بشه که یک شخصی به کانادا ممنول ورود بشه اصل بعدی در واقع اصل سی و هفت قانون هست من اصل سی و رو بعدا توضیح میدم ولی اصل سی و هفت قانون راجبه به organized criminality صحبت میکنه یا به عبارت دیگه کسایی که عضو سازمان هایی هستن که به طور معمول سازمان های خلافکار هستند. در سلا انگلیسی معمولا از کلمه گنگ استفاده میکنن اینها افرادی هستند که دست جمعی با هم دیگه میرن دزدی میکنن قارتگری میکنن و کارهای خلاف دیگه ای رو انجام میدن. اگر شخصی عضو یکی از اون سازمان ها باشه عضویت در اون سازمان به خودی خود منجر به ممنوعیت ورود به کانادا خواهد شد اگر کسی طبق اصل 34 35 یا 37 قانون یعنی به خاطر مسائل امنیتی به خاطر مسائل حقوق بشری یا به خاطر عضویت در سازمان های خلافکار ممنوع الورود به کانادا بشه ما با ترین مسئله مواجه هستیم در قالب اینکه این مسئله رو حل بکنیم یا اینکه بتونیم شرایط رو فراهم بکنیم که اون شخص بتونه وارد خاک کانادا بشه اینها سختن موردهایی هستند که ما باشون سر کار داریم اما اصل 36 که میتونم بگم بیشتر کسایی که من باهاشون کار کردم و ممنوع ورود بودن به کانادا کسایی هستن که اصل سی و شامل حالشون می شده این در مورد کسایی است که سابقه کیفری دارند. اگر کسی سابقه کیفری داشته باشه اون وقت طبق اصل 36 قانون مهاجرت کانادا به کانادا ممنوع ورود خواهد شد منتها باید یه خورده این رو بازش بکنیم اصل 36 خودش به دو قسمت تقسیم میشه 36 یک و 36 دو یا در واقع بند یک اصل 36 و, و بند دو اصل 36 بند یک اصطلاحا بهش میگن serious criminality یعنی اینکه اون خلاف خلاف بسیار جدی بوده serious criminality خودش در واقع تقسیم میشه به دو بخش یک بخش اونهایی هستند که در داخل کانادا یک کار خلاف جدی رو انجام دادن و بخش دیگرش کسایی میشه که خارج از کانادا کار جدی رو انجام داده باشن در مورد کسایی که خارج از کانادا خلافی رو انجام داده باشن خلافی سیریس کریمینالیتی یا خلافکاری جدی محسوب میشه که معادل اون در قانون کانادا به ده سال حبس یا بیشتر شخص رو بتونه محکوم بکنه به عبارت دیگه اول یک شخصی خلافی رو در یک کشور خودش مرتکب شده و به خاطر اون خلاف محکوم شده و حالا برگردم عدم سوء پیشینه رو که سعی میکنه بگیره می که سوء پیشینه دارد و بند قانونی رو که بهش اشاره میکنن ما حالا میاریم توی کانادا و در کانادا معادل یابی میکنیم بیشتر خلاف ها یا در واقع بخش جزایی قانون کانادا تحت کریمینال کد کانادا تعریف شده ما میایم نگاه میکنیم ببینیم توی کریمینال کد یا بقیه کد ها حتی خود ایرپا هم بخشی رو داره مربوط به خلاف ها نگاه میکنیم ببینیم که حکمی رو که دادگاه میتونه برای اون خلاف صادر کنه حد اکثر زندانش چقدر هست و اگر حد اکثر زندان از ده سال بیشتر باشه اون وقت این خلاف میشه یک خلاف سنگین یا یک خلاف خیلی جدی که این کار ما رو بسیار مشکل میکنه به خاطر اینکه شخصی که ممنوع ورود میشه بر اساس اصل سی و شیچ بند یک اون وقت برای اینکه بخوایم مشکلاتش رو رفع بکنیم و مثلا برای ریهابلیتیشن و همسال اون اقدام بکنیم ما با مسائل بسیار مشکلات بسیار جدی مواجه خواهیم شد اما اگر که شخصی در داخل کانادا خلافی رو مرتکب شده باشه تکلیف چیه؟ در اون صورت قانون یک مقدار سختگیریش به نوعی بیشتر میشه به خاطر اینکه میاد میگه که شما اگر محکوم بشید به یک خلافی در داخل خاک کانادا و اون خلاف باعث بشه که یا حکم که در قانون پیش شده حد اکثر زندانش از ده سال بیشتر باشه شما خلافتون سنگین بوده یا اینکه قاضی دادگاه شخص رو به حداقل 6 ماه زندان محکوم بکنه یعنی به دیگه یا اون شخص فیزیکی و واقعی میره 6 ماه زندان یا اینکه نه ممکنه 6 ماه زندان هم نره مونتا حکمی که در دادگاه برای اون شخص پیش شده از حد از 6 ماه بیشتر بوده یعنی باید بره 6 ماه حداقل داخل خاک باشه در اون صورت این خلاف خلاف سنگینی خواهد بود و البته موارد خاص دیگه ای هم داریم که من نمیخوام واردش بشم بخش بند دوی اصل سی و شیش راجع به خلاف صحبت میکنه ولی خلاف های عادی خلاف های عادی خلاف هستند که اگر در داخل خاک کانادا اون خلاف صورت بگیره و شخص محکوم بشه در اصطلاح اون شخص اومده و ایندایت شده اینها خلاف هایی هستن که نسبتا جدی تر محسوب میشن نسبت به کارهای خیلی کوچیکی که اصلا زیاد مهم نیستن یا اینکه نه دو بار به اصطلاح سامری کانوکشن بهش میگن گرفته یعنی اینکه خلافش اصلا خلاف بسیار ناچیزی بوده ولی تکرار شده در اون صورت باز هم اون شخص خلافکار محسوب میشه در مورد خلاف هایی که خارج از کانادا انجام شده باز به نگاه نمی کنن به میزان زندانی اینها معادل کاناداییش رو پیدا می کنن و میگویند که شما اگر که این خلاف رو در کانادا انجام میدادی محکومیت شما بهش نوعی بود که از نوع ایندایتمنت محسوب میشد و در نتیجه اون شخص باز هم به واسطه یه بند دوی ماده سی که در واقع خلافکاری باشه یا کریمینالیتی باشه به کانادا ممنوع الورود خواهد شد حالا من بعد از پایان این که بگم چه کسی ممنوع به کانادا راجب این که در حقیقت راه حل چیز بیشتر توضیح میدم بحث دیگه بحث اصل 38 ه که مسائل پزشکیه که میدونم خیلی ها نگران مسائل پزشکی هستن مسائل پزشکی به سه دسته تقسیم میشه یکی این که یک شخصی بیماری داشته باشه که اون بیماری جون کانادایی ها رو به خطر بندازه در چنین شرایطی باز اون شخص به کانادا ممنوع الورود خواهد شد و در حال حاضر ما دو تا بیماری رو داریم یکی بیماری سیفلیس علاج نشده است و یکی دیگه هم بیماری سل که هنوز فعاله و مالجه نشده اگر کسی این دو تا بیماری رو داشته باشه به کانادا معمول ورود خواهد شد البته ممکنه در شرایط خاص وزیر مهاجرت بیماری های دیگه ای رو هم اعلام بکنه مثلا اون موقع که ابولا در آفریقا پخش شده بود وزیر مهاجرت برای مدت محدودی کسانی که در اون مناطق زندگی میکردن رو اصلا به کل ممنوع ورود کرد به کانادا گروه دومی که بیماری هایی که ممکنه باعث بشن که شخصی ممنوع ورود بشه اونهایی هستن که در حقیقت باعث میشن که امنیت جانی افراد کانادایی به خطر بیفته که اینا بیشتر بیماری های روانی هستن ولی نه هر بیماری روانی مثلا کسی به خاطر اینکه افسردگی داره یا انگزایتی یا استراب داره به کانادا ممنوع ورود نمیشه اینها بیماری هایی هستند که باعث میشن که شخص یک دفعه بیاد و یک نفر دیگه ای رو بکشه یا جان اون شخص رو به خطر بندازه جالب اینجاست که وسط این بیماری ها اگر کسی عادت به مشروب خوردن زیاد داشته باشه و مرتب سوار خودرو بشه در حالی که مشروب خورده و تصادف کنه این شخص هم توی این لیست قرار خواهد گرفت دسته سوم کسانی که به خاطر بیماری ممنول ورود میشن کسانی هستند که این افراد در به واسطه هزینه های بیماریشون هزینه سنگینی رو به سیستم پزشکی کانادا تحمیل میکنن یا اینکه باعث میشن که کانادایا مجبور بشن زمان بیشتری رو منتظر بمونن تا از خدمات پزشکی استفاده بکنن که این افراد هم به کانادا ممنول ورود میشن خوشبختانه از سال 2018 دولت کانادا تغییراتی رو در این بخش داده و بسیاری از کسایی که قبلا به خاطر هزینه های سنگین پزشکی به کانادا ممنوع ورود بودن دیگه به کانادا ممنوع ورود نیستن بحث بعدی بحث مالیه که طبق اصل 39 قانون مهاجرت کانادا اگر شخصی قصد مهاجرت به کانادا داشته باشه باید نشون بده که این شخص میخواهد و میتواند که وقتی وارد کانادا میشه روی پای خودش بیسته اگر افسر مهاجرت به این نتیجه برسه که اون شخص چنین قصدی رو نداره یا چنین توانایی رو نداره و عملا یک فرد توفیلی خواهد بود و از سیستم پزشکی اینجا سیستم مالی اینجا سیستم ولفر اینجا استفاده خواهد کرد اون وقت میتونه طبق اصل 39 قانون مهاجرت کانادا اون شخص رو به کانادا ممنوع الورود اعلام بکنه گروه بعدی که متاسفانه این روزا گریبان خیلی از متقاضیان ویزیت ویزا رو میگیره بحث میسرپرزنتیشن میسرپرزنتیشن که در اصل چهل قانون اومده بحثش در این خصوص هست که شخصی که میخواد درخواست مهاجرت به کانادا بده حق نداره که مسائل مهمی که تصمیم گیری افسر مهاجرت رو تحت تاثیر قرار میده از اون افسر پنهان بکنه همچنین این شخص حق نداره جعل اسناد بکنه یا اینکه در مصاحبه ای که میشه دروغ بگه اگر افسر مهاجرت متوجه بشه که شخصی دروغ گفته یا جعل اسناد کرده یا اینکه یک سری مدارک مهم رو که باید افسر در جریان بوده در اختیارش نذاشته در چنین شرایطی افسر مهاجرت میتونه طبق اصل چهل قانون مهاجرت کانادا اون شخص رو به کانادا ممنوع ورود بکنه ممنوعیت ورود به کانادا تحت اصل چهل زمان داره برعکس بقیه ممنوعیت های ورود و زمانش هم پنج ساله یعنی به عبارت دیگه توی بقیه موارد ورود، ممنوعیت ورود شخص ممنوع ورود میشه و اجازه ورود به کانادا نداره مگر اینکه ریشه اون مسئله رو ما حل کرده باشیم ولی در مورد اصل چهل که بحث میس هست ما یه ممنوعیت ورود پنج ساله یا شست ماهه داریم که شخص به مدت شست ماه از زمانی که میسرفت میگیره حق نداره دیگه وارد خاک کانادا بشه یا برای مهاجرت کانادا اقدام بکنه یعنی حتی نمیتونه فرماشو پر بکنه و برای ادار مهاجرت ارسال بکنه یه بحث دیگه هم داریم اصل 41 که بهش میگیم نان compliance with the Act یعنی در واقع شخص قانون مهاجرت کانادا رو درست دنبال نکرده که شرایط مختلفی ممکنه پیش بیاد که اصل 41 شامل حال یکی بشه من دو موردش رو براتون مثال میزنم یکیش این هستش که یک فردی وارد خاک کانادا بشه و بدون اینکه اجازه کار داشته باشه در کانادا بخواد کار بکنه اگر که اداره مهاجرت متوجه این موضوع بشه یا سی بی اس ای اگر ویدیوهای قبلی رو دیده باشین خاطرتون باشه مامورین سی بی اس ای متوجه بشن اون شخص رو از کانادا اخراج میکنن و اون شخص ممنوع ورود میشه به کانادا نکته بعدی اون هستش که کسی باشه که اقامت کانادا رو گرفته و بعد اون 730 روزی که باید در داخل خاک کانادا بوده نمونده و حالا اومده توی خاک کانادا و معمولا این اتفاق در مرز میفته متوجه میشن که اون شخص 730 روزش رو پر نکرده در چنین شرایطی باز اون شخص به کانادا ممنوع وروده و از کانادا اخراج میشه منتها توی هر دوی موردا یعنی اصل 41 وقتی که شامل حال کسی بشه به معنی اون که اون شخص از خاک کانادا خارج بشه دیگه ممنوع الورود نیست یعنی به عبارت دیگه بعد از خروجش دوباره میتونه حالا برای ورک پرمیت کانادا یا اقامت کانادا اقدام بکنه یا ویزای کانادا و اگر که مورد قبول قرار بگیره به کانادا برخواهد گشت نکته دیگه اینه که در پرونده های مهاجرتی اگر که یک عضو خانواده به کانادا ممنوع الورود باشه چه حالا اون عضو متقاضی اصلی باشه یا از بچه های خانواده همسر اون متقاضی باشه تمام اعضای اون خانواده در اون پرونده مهاجرتی به خصوص به کانادا ممنوع الورود خواهند شد این رو هم در نظر داشته باشید که بحث ممنوعیت ورود همونطور که گفتم بعضیشون فقط مخصوص افراد خارجیه بعضیشون مخصوص هم افراد خارجی میشه هم کسانی که اقامت دائم کانادا رو دارن اصل 34 35 37 که مربوط به مسائل امنیتی مسائل حقوق بشری و مسائل عضویت در سازمان های خلافکار هست هم افراد مقیم دائم یا پی آر رو تحت پوشش قرار میده هم افراد خارجی رو اما بخش مربوط به مسائل مالی بهداشتی اینها پرمنند رزیدنت ها رو یا کسایی که اقامت دائم دارن اصلا تحت تاثیر قرار نخواهد داد در بخش مربوط به مسائل خلافکاری یا داشتن سابقه جزایی در حقیقت اصل سی و یک شامل حال پرمنند رزیدنت ها میشه ولی اصل 36 دو نمیشه یعنی خلافکاری سنگین افرادی که اقامت دائم دارن رو هم تحت پوشش قرار میده ولی خلافکاری های سبکتر فقط افراد خارجی رو تحت تاثیر قرار خواهد داد خب حالا در این وقت باقی مانده ببینیم چه راه هایی برای این وجود داره که کسی ممنوع ورود بشه اولش اینه که خب از پیش اقدام بکنید یعنی اگر که میتوانید مسائلی که منجر به ممنوعیت ورودتون بشه رفت بکنید اول سعی کنید اونها رو رفت بکنید و بعد اون وقت اقدام بکنید برای مهاجرت کانادا یا ویزای کانادا و خب به قول قدیمی ها آسته برو آسته بیا پس بنابر این حواستون باشه که کارهایی رو نکنید که بخواد منجر به ممنوعیت ورودتون به کانادا بشه اما اگر اینها نشد بعضی وقتا ما باید بجنگیم یعنی بعضی وقتا وقتی افسر و مهاجرت میگوید که یک شخصی ممنوعیت ورود به کانادا داره شاید اصلا اون افسر داره اشتباه میگه در چنین شرایطی ما در بعضی موارد خاص میتونیم بریم و سراغ یه سازمانی به اسم IRB که قبلا راجبش صحبت کردیم که دادگاه مهاجرتی کاناداست و اونجا درخواست بدیم که این ممنوعیت ورود رفت بشه در بعضی مواقع هم ما مجبوریم بریم سراغ دادگاه فدرال کانادا یا فدرال کورت و در واقع یک کاری رو انجام بدیم اسم یا یه شکایتی رو انجام بدیم اسم جودیشار ریویو و اگر که اون جودیشار ریویو مورد قبول قرار بگیره مشکل حل میشه اما اگه اینها نشد به شرطی که ممنوعیت ورود ما بر اساس اصل 34, 35, 37 نباشه ما این فرصت رو داریم که بتونیم بر اساس مسائل انسان دوستانه تقاضای اقامت دائم کانادا رو بدیم این شامل همه افراد نمیشه به طور پیشفرز بیشتر شامل کسانی میشه که داخل خاک کانادا هستن ولی به حال برای بعضی از پرونده خارج از خاک کانادا هم ما میتونیم درخواست مسائل بشر دوستانه رو بدیم که اصطلاحا بهش میگن Humanitarian and Compassionate Considerations یا HNC متاسفانه درصد موفقیت در HNC بسیار کمه ولی به هر حال ما تلاشمون رو میتونیم بکنیم برای بعضی از کیس ها یه راه دیگه ای که وجود داره اینه که ما درخواست یک چیزی رو بدیم بهش میگن Rehabilitation که تحت شرایط خیلی خاص در مورد کسایی که اصل 36 شامل حالشون میشه اگر یه زمان مشخصی از اون خلافی که انجام شده گذشته باشه و اون خلاف تکرار نشده باشه ما میتونیم درخواست ریهابلیتیشن بدیم خیلی از مشتری های من از این طریق ما مشکلشون رو کلا رفت میکنیم و میتونن وارد خاک کانادا بشن ولی این مهمه که حتما مداره که بسیار محکمی داشته باشیم برای درخواست ریهابیلیتیشن و اگر اون درخواست مورد قبول قرار بگیره شخص بدون مشکل وارد خاک کانادا خواهد شد و کلا اصلا ممنوعیت ورودش رفت میشه بعضی مواقع هم اگر زمان بسیار طولانی از اون خلاف گذشته باشه و اون خلاف خلاف سنگینی نباشه اصطلاحا میگیم دیمد ریهابیلیتیتد یعنی افسر ماجد فرض رو میذاره که دیگه اینقدر زمان از این خلاف گذشته که میشه این رو در نظر نگرفت در مورد خلاف هایی که داخل کانادا هست ما باید رکورد ساسپنشن بگیریم که اون یه بحث دیگری است که باید حتما مراحلش طی بشه در داخل خاک کانادا ولی اگه اون برگه ها رو بگیریم یا اکویتال بگیریم که حالا از حوزه این جلسه خارجه ولی به هر حال اونها میتونه کمک بکنه که مشکل رو ما برای همیشه رفع بکنیم ولی اگر نمیتونیم مشکل رو برای همیشه رفع بکنیم و ریهابیلیتیشن گزینه مناسبی نیست یا اچنسی گزینه مناسبی نیست ما یک گزینه دیگه ای داریم و اون هم مجوز حضور موقت در کاناداست که اصطلاحاً بهش میگن TRP و اون TRP رو ما میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه اجازه بدیم که شخص یک بار وارد خاک کانادا بشه اگر ویدیو اول من رو دیده باشید من راجع به TRP بیشتر صحبت کردم مدت زمان اعتبار TRP بین یک روز تا سه ساله حالا بستگی به افسر مهاجرت داره که چقدر به اون متقاضی اجازه بده که علا رقم ممنوعیت ورود وارد خاک کانادا بشود در مورد اس 34 و 36 متاسفانه ما نمیتونیم از طریق ریابیلیتیشن اقدام بکنیم نمیتونیم از طریق تی آر پی اقدام بکنیم و گزینه ای که برامون میمونه گزینه ای است که البته تی آر پی شاید در شرط خیلی خاص ولی گزینه ای که واقعا برای ما باقی میمونه گزینه ای هست به اسم مینستریال ریلیف که در واقع بر اساس اصل 42 ممیز یک اداره قانون مهاجرت کاناداست که از طریق اون اگر که ما مدارک کافی بدیم به وزیر مهاجرت در وقتی میگیم وزیر در مقابل به افسر مهاجرت بدیم و اون افسر بپذیره که میشود که اون شخص وارد خاک کانادا بشه مشکل ممنوعیت ورودش حل خواهد شد و وارد خاک کانادا خواهد شد این مجموعه صحبت های من در مورد بحث ممنوعیت ورود بود من معمولا این بخش رو به شاگردانم ظرف سه چهار روز درس میدم ولی به هر حال سعی کردم تا جایی که میشه خلاصه بکنم امیدوارم که استفاده برده باشین و در آینده ویدیوهای بعدی ما رو هم ببینید متشکرم ارتباط مستقیم